Breadwinners series. Mrs. Nuria Azizi is the head of a logistics and trading company called Sultan Azizi Corporation Limited in Afghanistan. We spoke to her about why she started the business and some of the challenges she has faced along the way. اسم نوریا عزیزی است و البته رئیس شرکت سلطان عزیزی. دفتر ما یک دفتر لوجستیک است، کمپانی لوجستیک که تقریبا از ایجادش 5 سال میشه. شرکت ما در قسمت میوه خشک کار میکنه و ما همچنان یک رستوران دارم، یک سوپرمارکت که فعلا مارکتش در میکارتی چار نزدیک دفتر. سوپرمارکت به نام روشن سوپرمارکت است و رستوران به نام عصر جدید. شرکت ما تقریبا از 25,000 دلار آمریکایی داشتم که البته از پول شخصی خود یک نمره زمین داشتم که رو من فروختم و شروع کردم به کار. هدف من این بود که مصارفی که به رستوران مصارفی که میشه باید از سوپرمارکت خود ما خریداری شود و تصمیم قاطعی داشتم که باید خانم‌ها را استخدام کنم در این بخش، اما نظر به شرایط افغانستان نتونستم به این کار خود کنیم شد. افغانستان در ادارات یا فساد اداری بسیار زیاد است، همچنان در حیمت پروگرام های بزنس یا همین چیزا هست. من کارمنده را که استخدام کرده بودم، هر سیستم را که پیش بودم اونا کار صحیح بر من نمی کردن، اما متاسفانه من نتونستم به این پلان خود کامیاب شم. وجودی که امنیتش خوب بود، بازم یک سرقت صورت گرفت از طرف شب که موبایل ها و بسیاری مواد قیمتی ما رو بردن و همچنان دخل خالی کردن. باز نمی باعث شد که من در سر چمیدم. کار میوی خشک تقریبا یک 6 ماه میشه که ما شروع کردیم، که البته خانم ها را استخدام کردیم در قسمت پاکاری و بسته‌بندی و یش. این دیگه تازه به کار شروع کردیم که بخیر بیریم چی میشه. ما فعلا چون کار نو آغاز کردیم به این کار، همی اگزیبیشن ها و نمایشگاه که از طریق خانم های تجارتی فدراسیون زنان تجارت پیشه نمایشگاه میشه و از طریق اتاق تجارت ما اشتراک میکنیم نمایشگاه خارجی و داخلی. اونجا زیاد امکانات ازی شد که ما تانستیم امرای دونرا در تماس باشیم و اونا امرای ما کانتکت داره. انشالله که بخیر میتونیم که بخیر شروع کنیم به صادرات و واردات. یک مسئله بسته بندی رو براتون گفتم که به صورت درست، چون خارجی ها باز نمیتونم که هر قسم که ما از اینجا صادر کنیم و علاقه مندی بگیرن. مسئله بسته بندی سو مشکلات کارگوست یک مقدار قیمت تمام میشه بر ما، چون مشکلاتی که بر خانم ها هست فعلا مشکلات اقتصادی است. بسیاری خانم هاست که در شروع یک مقدار پول داشتن یا فرزن از بسیار پیسه ناچیز کار شروع کردن تجارت خوده و حال فعلا به مشکلات از این بند ماندن که نمیتونن پیش برده و اینا مراجعه میکنن به قرضه های کوچک. اونو قرضه ها بر خانم ها بسیار مشکل است، چون تکس بسیار مقدار بلندتر میباشه بر خانم ها، نمیتونن که کار کردن. و دیگه مشکلات فامیلی زیاد دارن بسیار خانم ها که اجازه ندارن که تا مواد که یا فرزن همون صنایع دستی که یا تولید میکنن در خانه نمیتونن که نموره به بازار ببرن یا به یک مرجع ببرن برای فروشات.
اسم من استاد تخلصون فیزی به دفتر در بخش صحابی همکاری میکنم من باید سپروایزر هستم بخش میسو رستوران چون یکم همکاری بعض وقت چون من خودم در جریان روز از طرف صبح وظیفه داشتم و بعد از وقت میتونستم وقت در رستوران چون بیم یکم کمک کنم بایشون به حساب ایداریشون که مشکلات اجتماعی است که خانم در جامعه ما بسیار امکانات کمتر دارن که بتانن و تنهای خودشان بزنس خود پیش ببرن و دیگه ای که مشکلات امنیتی است چون ما خانم از بالای خود حاکمیت نمی داشته باشه زن ها که خودشان به تنهایی برن خریداری خود کنن یا ایست که به تنهایی برن از ما همه تجارت هایی که دارن خودشان به تنهایی برن خبرگیری و دلیل سیومش ایست که مردم ما همیشه در فکر منفعت شخصی خود بودن اما در فکر از این نیستن که یک نفر وقتی که یک تجارت یا یک کار را پیشه میکنن یا صاحب کار چقدر توقع از همی کارمندهای خود میداشته باشه. نوری عزیزی است که همراهشون دریور هستم اینجا. چه مرد باشه زن باشه هر توش به ما یکیست رئیسی ما بسیار یک زن خوب یک زن بسیار مهربان و همراه ما دائم کمک هم میکنه و همینجا همراهش خوش هستم. A 15-minute version of the story aired on Voice of Afghan Women Radio as part of a series called Breadwinners, Profiling Female Entrepreneurs in Afghanistan.